درود و سلام خدمت شما عزیزای دل. برا برا برا. امروز علی بی یه سری سوال آماده کرده واسمون. بله. سوالای خفن آماده کرده واسمون. بله. قرار جواب بدیم. هیجان بالاست یا پایینه؟ هیجان بالاست کاملا. برا برا. بریم علی بی. بزن بریم. سوال اول. رضا 66 بد بوی میگه دمتون گرم، خیلی باحالید. دم شما گرم رضا جان. ولی چرا نبیلتی اینقدر خز شده تازگی ها؟ حیف برنامه به خدا. رضا اینو گو. نه برش این کامنت. نه اجازه بده جواب بدم. خب من به نظرم اوکی بابا هم. از این هیت میت ها زیاد میاد. عجیبه. خب بریم بعدی ها. سارا. سارا 77 کیوت میپرسه یا میگه برنامه‌تون خیلی باله. مرسی سارا جان، مخصوصا علی بی که خیلی کارش واقعا درسته، کارش خیلی واقعا درسته، علی کارش درسته. آره ولی یه سوال ازتون دارم، آیا نبیلتی اضافه نیست؟ اینم ولش کن، اینم ولش کن. خیلی سوال هست. یکی دیگه بریم. حسام دیابلو می نویسه بابا به خدا خفن تر از شما نیست، مخصوصا تو علی بی. نبیلتی که تازگی ها یکم بینمک شده. اینا رو من ببین این چی ننویسید خودم چرا بیاد چرا میخونی تو بانه نمیدونم. خب من گفتم ببینم این سوال رو حالا کجا بودن اینا. خدا همه من هم میدونی چقدر واسه من هیت می نویسن هر روز. خدا شاهده. نه هر روز سوالا کجا بذار ببینم سوالا رو. خدا درکی چیزی گفتی سرم کردی. ولش کن به خدا، خودتو ناراحت نکن. اینا همه با بچه‌ها 13 14 سالشون میرن پای کامپیوتر چیز چرت بلد می نویسن. اصلا به رو خود نگی. سوالا ببینم. سوالا رو بذار ببینم. به خدا چیزی نه. بده سوالا ببینم. بده ببینم سوالا. حالا سوال دیگه. بده ببینم. همون سه تا بودن. بده ببینم. من اشتباهی خوندم. این سوالا که اصلا نیستن اینجا. این سوال حسام دیابلو که اصلا یه سوال دیگه پرسیده، گفته برنامه آینده تون چیه. سوالا که گفته شاید. مرسی از برنامه خوبتون، خیلی هم عالی، برنامه تون عالیه، مرسی از همه چی. این سوالا رو از کجا آوردی تو پس؟ من میگم بریم. من اگه بخوام توضیح بدم خیلی پیچیده است، ولی باور کن تقصیر من نبود، به جون تو تقصیر من نبود. اونو مسئله رو بذار کنار. من به نظرم سوالای شخصی نپرسن مردم. بریم، خودم یه سری سوال واسهت آماده کردم که میدونی اسم این سوالا چیه؟ چی عزیزم؟ چون نمیدونم اسمش رو نذاشتم. اسمش چیز اسم به خصوصی نداره. اگه توی هتل، توی اتاق هتلت یهو یه جسد پیدا کنی، خب روی تخت خواب، یعنی افتاده روی تخت یه جسد، چی کار میکنی؟ اولین کاری اگه یه جسد چی کار میکنم؟ نمیدونم چی کار میکنم. نمیدونم زنگ میزنم به پلیس دیگه. زنگ میزنم به پلیس چی میگی؟ میگم سلام یه جسد اینجاست. یه جسد اینجاست. ببین اگه من پلیس بودم اینو به من میگفتی، میگفتن 100% کشته طرفو و پشیمون شده به پلیس زنگ زده. میدونی چقدر این کارو میکنن؟ مثلا جینم هست. چیکار کنم؟ در میرم دیگه. ها. در میری؟ خب هتل پر سکیوریتیه. اون جسدو که پیدا میکنن، دوربینا رو چک میکنن، میبینن این آدم داره در میره. من 20 لیتر اسید میخرم، میریزم توی وان و جسدو میریزم. Breaking Bad طوری ها؟ آره مجبورم. ببین هر کاری بکنی تو میفتی توی گرفتاری. بریم سوال بعدی. حالا واقعا این کارو میکنی یا همینجوری الان داری حرف میزنی؟ ببین کار درستش همینه. خیلی خوب. حالا دیگه نمیدونم، شاید اون موقع بترسم. اوکی. نه سوال دوم. برو بریم. اگه با مشت روی فیس خودت بزنی و دردت بگیره، آیا تو ضعیف هستی یا قوی؟ سوال عجیب و مسخره. یعنی خب جواب بده سریع. قوی، چون درد به هر حال هر کسی درد رو حس میکنه، حالا چرا هر چقدر قوی باشه درد رو حس میکنه.
من میگم ضعیف. ببین درد همه حس میکنن، چه قوی باشی چه ضعیف دیگه، ولی اگه قوی زده باشی و دردت بگیره یعنی که قوی دیگه. توی علم میگن زنا بیشتر درد رو تحمل میکنن، واسه همین حامله میشن. میدونی مرد حامله اگه بشه بدبخت میشه از درد. بعید نمیدونم. خب بریم بعدی. برو بریم. نه یه سوال خیلی اینم فلسفیه. برو بریم. یه بچه به دنیا میاد خب، و تو به تأکید میدونی که این بچه وقتی بزرگ میشه 10 میلیون آدم رو میکشه، بچه رو میکشی یا میذاری زنده بمونه؟ این خیلی سوال کلاسیک فلسفیه. بچه رو میکشی یا میذاری زنده بمونه؟ بچه رو که نمیشه کش حاجی، و میذاری 10 میلیون آدم بکشه. خب امکانش هست یارو مثلا پشیمون بشه. یارو 10 میلیون یه کشوره، یه کشور بزرگیه. خب نه مثلا 100% این بچه این 10 میلیون میکشه یا چی؟ آره با تأکید میدونی تو بکشش دیگه حاجی، باید بکشمش. میکشیش؟ من میدیم من چیکار میکنم؟ در این سان قاتل نشون دادی الان تو این. خب ولی کار درستش اینه. نه کارت چون 10 میلیون آدم رو نجات میدی. بچه خب بستگی به قیافش هم داره، اگه نینی و کیوت باشه دلش نمیاد آدم. رنگ آینه چیه؟ آینه چه رنگیه؟ رنگ نداره. من حس میکنم نقره‌ایه. نه؟ نقره یاره یه جوری آهنی ماننده دیگه. نه دیگه همون نقره ای هستن، از کنار نگاش کنی نقره ایه. نقره ای رنگه؟ نقره ای رنگه میشه گفت دیگه. شکست خوردی یا موفق شدی؟ اگه سعی کردی که شکست بخوری و موفق شدی. اگه سعی کردم که شکست بخورم و موفق شدم، خب که چی؟ آیا شکست خوردی یا موفق شدی؟ شکست خوردم دیگه، چون به هدفم نرسیدم. چرا دیگه به هدفت رسیدی؟ هدفت این بود که تو شکست بخوری. خب و موفق شدم. و موفق شدی؟ نه دیگه. هدفت شکست خوردی یا موفق شدی؟ اگه سعی کردی که شکست بخوری و موفق شدی، خب شکست به هدفت رسیدی دیگه. ببین من مخم امروز گوزی داری، بس دیگه این سوالا جون من بسته. مطمئن مخت بود؟ اگه راه اشتباه و درست بری راه درست رفتی یا اشتباه؟ خب این باز همونه که راه درستی رفتی یا اشتباه، ببخشید این باز همون موفقیت و شکسته که. خب یعنی چی؟ خب این باز همون فلسفه شمون. اگه راه اشتباه و درست بری، آیا راه و درست رفتی یا اشتباه؟ این معنی نمیده. یه سال علی بی تو یه سال آکی برو بره. چه کاری رو دوست داری قبل از مرگ انجام دهی؟ چه مسخره نفس کشیدن. چه کاری؟ چه سوالیه؟ نه دیگه یه کاری که مثلا دوست داری که قبل از مرگ انجام بدی. اینجوری گفته انگار مثلا از گلوله داره میره توی مغزت مثلا. همون داره شلیک میکنه میگه، ولی یه کار دیگه حق داری بکنی. چه کار دوست داری بکنی قبلش؟ برم یه جزیره ای و اونجا با خودم فلیون ببرم، منقل ببرم که کباب بتونم درست کنم، با خودم ردبول میبرم و بستنی، کلی بستنی، بعد همه اینا رو میخورم و میکشم حال میکنم، آخرش میپرم تو آب شنا میکنم، میرم شنا میکنم تو دیگه نتونم، میدونی بعد دیگه همونجا بمیرم قبل از مرگ. بهترین کار من دارم. اوکی تو چی؟ من خب میرم با خانواده خداحافظی میکنم سریع. آخ من اینو یادم رفت، اینو پاک کن آجه، خیلی بده. بعد گفتم جزیره میرم تنها هیچ کم. نه این نشد. نه اینو بینا یه با دیگه بگیر. یه ویدیو درست میکنم، یه ویدیو یوتیوب درست میکنم، همه رو میرم همه رو لو میدم، همه کل بیزنس موزیک رو لو میدم. یعنی این هر چی میدونم از هر کسی، از هر عوضی میدونی، کلکای بیشورا رو همه رو لو میدم، کل بیزنس موزیک رو لو میدم. بعدش یعنی جنگ رو میندازی میری؟ بعدش جنگ، آره دیگه جنگ رو میندازیم. جنگ حالا را افتاد که را افتاد، به من ربطی نداره، ولی حقیقت باید بیاد بیرون. امیدوارم مردم باورت کنم اون موقع دیگه. بعدش چی؟ اینقدر واسط مهمه؟ نه همینجوری. نمیخوای یه کشور باحالی بری سفری؟
نه وقت نمیشه توی یه راست میگه من جزیره مثلا تو فیلیپین اینا میخواستم برم. راست میگه همون پروازش 20 ساعته نه؟ تا بیاد قلیون کام بده. بعد یه چیز دیگه این که دادم توی آب بمیره خیلی زجرش زیاده، خیلی بده آجی، من غرق بشه خیلی بده، بدترین مرگه که میتونه داشته باشی. ادامه برنامه بیت و گپ. یه سری ها به من دی ام دادن قبلا، گفتن ما خیلی بیتای خوب میزنیم ولی کیبورد نداریم یا سمپل پک بخریم، اینا گرونن واس ما. و واقعا حق میدم، وسایل موزیک ارزون نی، فقط لازمه همیشه دور و بر نگاه کن، ببین چه نگاه کن اینجا چیپس خوردیم، این به درد میخوره. ویتامین درینکیه که نبا ورد، خیلی مزهش افتضاح بود ولی من میگم با این شروع میکنیم. وقتی که کندتر میشه تمپو رو میاریم پایین، تایم رو بیشتر میکنیم، اینجوری میشه. سمپلش بکنم، میذاریمش روی کیبورد. یه چیزی دونگ دونگ میخوام، یه چیزی که بونگ بونگ، صدای بالیوودی میخوام بده. ملودی کم داریم، میرم توی گوشیم. نه خوبه ولی نه، آسون اونایی که موزیکالیشونه این، اونایی که پرودوسر هم مطمئن هم میدونن امپکت چیه. امپکت مثل یه کرشیه، اینجور صدا در میاره، توی موزیکای کلابی زیاد استفاده میشه. خدا یکیلی بد نبود. بعد تشنم بود، میخواستم کاری کنم. ها بریم دیگه.